داستان شنیدنی قاضی و همسر بازرگان. در ادامه با ما همراه باشید با کشف رمز و رازها در دل این داستان زیبا و جذاب. امیدوارم از دیدن و شنیدن آن لذت ببرید. روزی روزگاری در دوران سلطنت سلطان محمود غزنوی، مردی بازرگان از سرزمین آذربایجان روانه هندوستان شد و چون به شهر غزنین رسید، آب و هوای آنجا را پسندید و قصد اقامت کرد و در بازار حجره‌ای گرفت و مشغول تجارت شد. آن بازرگان به قدری به کار خود وارد بود که طولی نکشید از داد و ستدی که می کرد سرمایه زیادی فراهم کرد. چون تنها بود تصمیم به ازدواج گرفت و دختر یکی از تجار شهر را به همسری اختیار کرد. روز به روز بر اهمیت و اعتبار او افسوده شد، به طوری که در زمره معروفترین بازرگانان شهر قرار گرفت و با هندوستان به مبادله کالای تجاری پرداخت. پس از چندی به هوس افتاد که از نزدیک با تجار هندی آشنا شود، ولی تنها نگرانی وی دوری از همسرش بود و از طرفی شخص طرف اعتمادی نداشت که زنش را به دست او بسپارد. از این رو مسافرت خود را به عقب انداخت تا شاید بتواند فکر به حال همسرش بکند. روزی به فکرش رسید که چطور است زنش را به دست قاضی شهر غزنین که در امانت و صداقت مشهور می باشد بسپارد و با خیال آسوده به هند سفر کند. به این نیت به خانه قاضی رفت و پس از ادای احترام گفت: ای مرد خدا و ای آیت صداقت و درستکاری، کمترین بنده شما که از بازرگانان سرشناس هستم، قصد سفر هندوستان کردم و چون همسر جوان و زیبایی دارم می ترسم او را تنها بگذارم و ضمناً چون غریب هستم و کسی را هم ندارم که عیالم را به دست او بسپارم تا از وی مواظبت کند، نظر به این که شهرت آن جناب را شنیدم، خواستم اجازه فرمایید در مدت غیبت من زیر سایه مبارک باشد تا من با خیال آسوده به این سفر دور و دراز اقدام کنم. قاضی بیدرنگ خواهش بازرگان را پذیرفت و قرار شد پس از فراهم شدن وسایل سفر همسرش را به دست قاضی بسپارد. چند روز بعد مبلغی پول در اختیار همسرش گذاشت تا در مدت غیبت او بتواند هرچه لازم دارد تهیه کند. سپس او را به خانه قاضی برد و به دست قاضی سپرد و با چشمی گریان و دلی بریان از او خداحافظی کرد و به سوی کشور هند عزیمت نمود. زن بازرگان که بسیار صاحب جمال بود، در اتاق مخصوصی که قاضی در اختیارش گذاشته بود تمام اوقات خود را به عبادت و نیایش به درگاه خدا می گذرانید، تا آنکه روزی قاضی پرهیزکار احساس کرد که سخت شیفته و فریفته جمال دلارای زن بازرگان گشته و از اینکه چنین زنی نصیب بازرگان غریبی شده بسیار ناراحت بود. قاضی در صدد برآمد که افکار درونی خود را برای زن بازرگان بیان کند، ولی حضور همسر خودش در خانه مانع بزرگی محسوب می شد. از قضا روزی همسر قاضی برای انجام کاری از خانه بیرون رفت و قاضی هم هر یک از خدمتکاران را به بهانه از خانه بیرون فرستاد و جز زن بازرگان کسی در منزل قاضی باقی نماند. قاضی که اسیر هوای نفس و هوس‌های شیطانی خود شده بود، سرزده به اتاق زن جوان داخل شد و چفت در را از پشت انداخت و به زن بازرگان گفت: ای خانم با تقوا، لابد از شهرت من در پاکدامنی و صداقت خبر داری و می‌دانی که هیچ چیزی نمی‌تواند مرا از راه راست منحرف سازد. پس به چه دلیل تا این حد از من دوری می‌کنی و کناره می‌گیری؟ چرا از من وحشت داری؟ من که قصد بدی نسبت به شما ندارم. زن بازرگان که از ورود نابهنگام قاضی سخت ترسیده بود، اندکی احساس آرامش نمود. قاضی به سخنان خود ادامه داد و گفت: می‌دانم که این موضوع برخلاف شرع است که شخص از میهمان خود تقاضای لطف و محبت نماید، ولی از آنجایی که سرکار فعلا به این خانه تعلق دارید و من شخصا مرهون محبت‌های شما هستم و در حقیقت احساس گرسنگی عجیبی می‌کنم، میل دارم زحمت کشیده کمی خوراکی برایم بیاورید. همسر بازرگان با حجب و حیای فراوان به قصد آوردن غذا به اتاق دیگر رفت و پس از چند دقیقه سینی تمیزی پر از خوراکی مقابل قاضی نهاد و خود در گوشه ایستاد.
قاضی بدجنس برای نقشه شیطانی خود فکر همه چیز را کرده و برای انجام مقصود پلید خیش داروی بیهوشی همراه آورده بود تا در غذا ریخته و همسر بازرگان را بیهوش کند. به آن زن جوان پیشنهاد کرد تا در خوردن غذا با او همکاری نماید. قاضی گفت: مگر نشنیده ای کسی که تنها غذا می خورد هم سفره شیطان می باشد؟ پس اگر لطف فرموده با من در این غذا شریک شوید، مرا از شر شیطان رها ساخته اید. زن جوان که این مطلب را شنید پیش رفت تا در آن خوراک با قاضی همراهی کند. قاضی بدجنس از یک لحظه غفلت آن زن که می خواست خود را بپوشاند استفاده کرد و در یک طرف ظرف داروی بیهوشی ریخت. زن بیخبر از همه جا پس از خوردن چند لقمه بیهوش بر زمین افتاد. ناگهان سر و صدای زیادی از خارج به گوش رسید و قاضی سراسیمه شد و برای پنهان کردن همسر بازرگان به دست و پا افتاد تا کسی متوجه نیرنگ او نشود. عاقبت به یاد سرداب قدیمی افتاد و با عجله زن بازرگان را به دوش کشید و او را به درون سرداب برد و مخفی ساخت. وقتی به حیات آمد متوجه شد که همسرش از بیرون برگشته است. با لحنی تند و عصبانی به او پرخاش کرد و گفت: چرا از خانه بیرون رفتی و مرا تنها گذاشتی؟ همسر قاضی جواب داد: خانه خالی نبود، بلکه همسر بازرگان در اتاق خود مشغول نماز و عبادت بود. قاضی گفت: ولی مدتی است که من آمدم و کسی را ندیدم. چقدر ساده لوح و احمق هستم که مردم ناشناس را به خانه خود میپذیرم و به آنها اعتماد میکنم. قطعا آن زن اشیای گرانبها را برداشته و فرار کرده، چون هرچه سر و صدا کردم کسی جوابم را نداد. همسر قاضی از این سخن شوهر سخت برآشفته و پریشان شد، ولی با خود گفت: آن زن بیچاره در این مدت که در خانه ما بود کوچکترین خطایی نکرد و پیوسته به دعا و نماز مشغول بود. چطور ممکن است با آن شوهر متمولی که دارد مرتکب دزدی شود؟ از قضا در همان ساعت مرد بازرگان از سفر هندوستان برگشت و یک سر به دنبال همسرش به خانه قاضی رفت و سراغ او را گرفت. قاضی به آن مرد بازرگان گفت که همسرت بدون خبر از اینجا رفته و من نمیدانم فعلا کجا است. مرد بازرگان با تعجب بسیار خندید و به قاضی گفت: اگر از گفتن این سخنان قصد شوخی دارید، بدانید که من بسیار خسته هستم و فعلا حوصله شوخی کردن ندارم. لطفاً زنم را صدا بزنید تا همراه خود به خانه ببرم. قاضی با لحن جدی گفت: ای مرد محترم، به هیچ وجه قصد شوخی ندارم، بلکه آنچه گفتم عین حقیقت است و همسر شما بدون خبر و خداحافظی گذاشته و رفته. مرد بازرگان گفت: حضرت قاضی، من همسرم را خیلی خوب میشناسم و میدانم که غیر از اینجا و خانه خودم جایی ندارد که برود، و چون خانه خودم قفل است و کلیدش هم نزد من می باشد، او جای دیگری نخواهد رفت. قطعا در این کار سری است که از من پنهان می کنید. قاضی در حالی که به شدت خشمگین به نظر می آمد فریاد زد: ای مرد ابله، این من هستم که باید ناراحت باشم، نه تو. زود باش از اینجا بیرون برو و همسرت را در جای دیگر جستجو کن. مرد بازرگان که سخت ناراحت شده بود از خانه قاضی بیرون آمد و یک سر به حضور سلطان محمود شتافت و جریان را به عرض رسانید.